همگی خوش آمدید، لطف کردید. خیلی متشکر. البته میبخشین که یکم دیر شده، خودتون که وضع ترافیک تهران رو میدونین که توش گیر کنی باید قید قول و قرار و ساعت رو بزنی. شانس های من تهران رو اینه کف دستم بردم، انداختم تو این کوچه پس کوچه ها که زود خدمتون برسیم. شرمنده دیگه، ببخش. البته ما کلا خانوادگی زیاد شانس نداریم. داداشم تو هر کوچه ای که پیچید بن‌بست بود، مجبور شدیم دور بزنیم. راستش تقصیر من شد، رفتم دخترمو بذارم خونه مادرم، گرفتار شدم. خدا نگهش داره، همین یه دختر دارین؟ بله. البته حتما خودتون بهتر میدونین تو این دوره زمونه دختر داشتن کلا زیاد صرف نمیکنه آقای ملکپور. میدونید خرج و مخارج جهاز و عروسی و هزار تا مکافات دیگه، اونم تازه اگر دری به تخته بخوره و شوهری پیدا بشه. میدونید من یکی که اصلا حوصله ندارم دخترام سر نوبت عروسی و کی اول بره کی دوم بره دعواشون بشه و به جون هم دیگه بیافتن. این روزام که خواهر مهربون و فداکاری مثل مهتاب جون خب کمتر پیدا میشه. خب رانا خانم کجان؟ تشریف ندارن؟ پیش پای شما مجبور شدن برن یه سرخونه پسرشون. خیلی سلام رسوندن و عذرخواهی کردن. آخه پس به سلامتی با عروس خانومشون آشتی کردن بالاخره. چه عجب، هرچی باشه چاقو که دسته خودشو نمیبره. میدونید خانوم من معتقدم بچه آدم هر چقدرم که بد و کج اخلاق باشه بازم از پوست و گوشت خود آدمه، نمیشه گذاشتش کنار که. مینا جون قهری در کار نبوده که بخواد به آشتی خط بشه، یه مشکل کوچیک بوده که ایشالله حل میشه. ایشالله شکر خدا رنگ روتون خیلی خوب شده شوکو خانوما، مثل که حسابی رو برا شدین. ای بد نیستم، تک و تو کارامو انجام میدم ولی هنوز خوب خوب نشده. چرا یه مسافرت نمیرین؟ برای روحیتون خیلی خوبه ها. قراره به زودی برن، البته بعد از اینکه تکلیف این دوتا جوان روشن شد. ای بابا آقای ملکپور، این دیگه چه حرفیه؟ اینا که خودشون پختن خودشون خوردن، ما دیگه چیکاره ای؟ من که میگم بهتر خودمونو کوچیک نکنیم، شیرنیمونو بخوریم و وقت و ساعتشو تعیین کنیم. جنگ عروس خواهر شوهر حکایت دیروز و امروز نیست، یه داستان کهنه و قدیمیه. اما این قضیه تو خانواده ما نانوشته است. ای کاش رنها اینجا بود تا میگفت شکوه براش خواهری کرده نه خواهر شوهر. البته مینا منظور بدی نداشت، نه دخترم؟ بله. ببخشید با اجازه. پس چرا نمیای؟ از شای خبری نیست، بگو پاشم برم. من پشیمون شدم. چرا؟ مگه چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ دختری پرو هر چی از دهنش در میاد داره بارو من خانوادم میکنه. شیطونه میگه برم. روشنک، این طرز رفتار درست نیست. شاید اخلاقش اینجوریه. اصلا اگه مخالف بود که پا نمیشد بیاد اینجا. تو چقدر ساده ای مهتاب، این مارمولک رو من میشناسم. اومده اینجا زهرشو بریزه بره. ای پرو تو چش ماما رو دایی بهشون که هیچ کاره. الان که سینی چای داغ آوردم خالی کردم روش میفهمه با کی طرفه. این حرفا از تو بعیده. خجالت بکش. اونو مهمون این خونن و احترامشون واجبه. اون شلیو بگو این مترسک نشسته داره نگاه میکنه. چون عاقله، چون میدونه که اینجا جای بحث و جدل نیست. اصلا مشکل تو امینا چه ربطی به اون بیچاره داره؟ خواهر گلم تو باید کاری بکنی که اون خجالت زده بشه. هرچی گفت جوابشو با لبخند بده تا بفهمه در مورد تو اشتباه میکنه. الانم پاشو مثل دختره خوب و فهمیده چایو بیارو بشین پیش مهمونا. نگران هیچی هم نباش، همه چیو بسپار به ما. باشه. بهزاد شام حاضره. دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدین؟ زنگ می‌زدم یه چیزی از بیرون میآوردم. غذای بیرون خوش ظاهر و بد باطنه. از قدیم گفتن هیچی غذای خونه نمیشه. دلم واسه دستپختتون تنگ شده بود. راسته که میگن هیچی دستپخت مادر نمیشه. چرا یلدا قبل از اینکه بری پیش مامانش برات شام درست نکرد؟
گفتم که مادرش یهو حالش بد شد، مجبور شد سری خودش رو برسونه اونجا. چرا تو باش نرفتی؟ نمیشه که، شب فقط یه نفر میتونه اونجا بمونه. یادم باشه بعد از شام زنگ بزنم حال مادرش رو بپرسم. نه نمیشه. چرا؟ آخه یلا موبایلش رو جا گذاشته، چجوری زنگ بزنیم؟ میگم شما چرا برای خواستگاری نموندین خونه؟ ممکنه دلخور بشن. نمیتونستم بمونم. تحمل نگاه شکوه و حیای مهتاب رو نداشتم. دوباره شروع نکن ماما. این چیه؟ 30 میلیون تومان پول. کی جور کرده؟ شما یا آقا جهان؟ معلومه، جهان. من که پولی نداشتم. چه جالب. فکر نمی کردم از جیب آقا جهان یه ریالم در بیاد. این حرف رو نزن بهزاد. تو هنوز جهان رو نشناختی. اون تو رو خیلی دوست داره. اگه چیزی هم بهت نگفت، برای اینکه میخواست رو پای خودت بیستی. وقتی هم مشکل تو بهش گفتم، حاضر بود بیشتر از اینا بهت بده. اما من نذاشتم. میدونی چرا؟ برای اینکه اول از همه باید بدونم این پول واسه چی میخوای. ده نشد دیگه. این یعنی اینکه شما به من اعتماد نداری. یعنی من هنوز همون بچه‌ام که ممکنه سرشو کلا بذارن. نه اینجوری نمیشه. شما این پولو برداری. منم دیگه هیچی از شما نمیخوام. یعنی چی؟ مگه نگفتی به این پول نیاز داری؟ بله، هنوزم دارم. بعد بعد گفتم حدود 40 میلیون بهم داد بدون اینکه یه کلمه بپرسه واسه چی می‌خوای این پولو. اگه لب تر می‌کردم بیشترم بهم میداد. من حاضر نیستم پولو با منت از کسی قبول کنم. تو چرا حرفای من اینجوری برداشت می‌کنی؟ من فقط ازت سوال کردم چون برات نگرانم. به هر حال این پولو جهان برات فرستاده. می‌خوای خرجش کن؟ می‌خوای آتیشش بزن؟ خوشبختانه از اونجایی که رامین جون چند سال تو آژانس کار میکنه و دوست صمیمی و نزدیک آقا بهزاده، شما روشنک خانم هم باید شناخت کافی نسبت بهشون داشته باشین. آقای ملکپور، باور بفرمایید تو این چند سالی که من داماد این خانواده هستم، کوچکترین موردی از آقا رامین ندیدم. بله، حرف شما متینه. جناب مرد به عملشه. آقای ملکپور، این آقا رامین ما خیلی خانواده دوسته. سرش بره خانواده‌اش نمیرن. همیشه هم میگه ها، میگه اول خانواده‌ام بعدن زن و زندگی. من گفتم؟ من کی گفتم؟ وا داداش، هنوز هیچی نشده فراموشکار شدی؟ حالا اگه اجازه بفرمایین خود آقا رامی صحبت بکنن. هرچی باشه ایشون بهتر میتونن راجع به برنامه‌های آینده‌شون توضیح بدن. بگو پسرم. اما نه بیشتر از اون چی که هستی. بله. راستش من باید خدمتتون عرض کنم، من احترام خاصی برای مادرم قائلم. آخه ایشون بعد از فوت پدرم برای من و خواهرام خیلی زحمت کشیدن. به خاطر همینم من ترجیح میدم بعد از ازدواج یه جورایی نزدیک ایشون باشم که احساس تنهایی نکنن. من یه عقیده دارم و اون اینه که آدما تو هر شرایطی که هستن باید هوای پدر مادرشون رو داشته باشن. حالا فرق نمیکنه مجرد باشن یا متأهل. بفرمایید، نگفتم خانواده دوسته؟ بله، به هر حال من در مقابل مادرم وظیفه‌ای دارم که باید انجام بدم. من خیلی خوشحالم آقا رامین اینقدر به ارزش‌های اخلاقی خانوادگی پایبنده و شکی نیست رسیدگی به پدر و مادر تو زندگی از هر کاری مهمتره. اما به هر حال زندگی مشترک هم قوانین خاص خودشو داره. داشتن یه موقعیت مالی مناسب یا شرایط ابتدایی و اولیه برای تشکیل زندگی من فکر میکنم لازم و واجبه. خب آقا رامین، شما برای ما بگو چی داری؟ چیکار میخوای بکنی؟ بله چشم. باید خدمتتون عرض کنم که من از نظر مالی توان اجاره یه خونه مستقل و گرفتن یه عروسی آنچنانی ندارم. ولی بهتون قول میدم تا یکی دو ماه آینده همه چی رو جور کنم. یعنی بتونم شرایط خوبی برای زندگی فراهم کنم. ببخشید، عذر میخوام. میشه بگید شما عرض این یکی دو ماه چجوری میخواید این شرایط رو فراهم کنید؟ نکنه غیر از آژانس جای دیگه یا مشغول به کار هستی؟ نه خیر، ولی میتونم وام بگیرم. آقای بهت مثلا که فراموش کردین. آژانس اصلا در شرایطی نیست که بتونه به شما وام بده. آقا رامین، پیش قاضی و ملق بازی
مثل که یادت رفته شما قراره با رئیست ازدواج کنی. ولی من اصلا منظورم این نبود. واقعیتو که نمیشه انکار کرد روشنک جون. بالاخره هرچی باشه جیب این آقا دوماد ما دوخته شده به جیب شما. البته این قضیه اصلا تقصیر شما نیستا. مقصر داداش خودمه که ندیده و نشناخته چشماشو روی واقعیت بسته و نمیخواد ببینه. با اجازتون. مامان چی شد؟ خیلی ببخشید. با وجود این حرفا من فکر نمی کنم این وسط به خیر و صلاح هیچ کدوم از خانواده ها باشه. بنابراین بهتره این بحث رو همینجا خاتمه بدیم. از نظر من همه چی خاتمه یافته است. آقا جان خواهش میکنم، مینا که منظوری نداشت. آخه من که چیزی نگفتم که ایشون ناراحت بشن. میخواین برم ازشون عذرخواهی کنم دستشون رو ببوسم که برگردن؟ من فقط میخواستم که رامین بفهمه توی این شرایط باید چطوری رفتار کنه، وگرنه که خب کی بهتر از روشنک جون؟ شاید شما درست بگی دخترم، اما هر چیزی اندازه ای داره. من تصور نمی کنم رفتار شما مناسب این مجلس بوده باشه. شما میتونستید به جای زدن این حرفا روک و راست نظرتونو بدید. آقا جان شما منو میشناسید، من روی پای خودم بزرگ شدم، الانم برای زندگیم کلی برنامه دارم. من فقط ازتون یه خواهش دارم، در حقم پدری کنید. باشه، شما از مهمونا پذیرایی کنید تا من شکر رو بیارم. چشم دهی. بفرمایید، خواهش میکنم. میدونستم یه آسایشگاه. شوهرت از صبح داره در به در دنبالت میگرده. گوشی چرا خاموشه؟ قصه ای ها؟ الان میریم خونه حسابی استراحت کن. بله. بیداری؟ از یالا خبری شده؟ نگران نباش. یارو پیش زنگ زد گفت میره خونه یکی از دوستای قدیمی، شبم همونجا میمونه. کدوم دوستش؟ حالا هر چی اصرار کردم اسمشو نگفت. شماره دوستش؟ متأسفانه نمیتونم بهت بدم. اون الان عصبانیه. من بهش زنگ میزنم میگم که باهات تماس بگیره. ببین آقا منصور، من دارم دیوونه میشم. از صبح تا حالا بهش زنگ میزنم خاموشه. میدونم، ولی به خاطر خودشم که شده بهتره یه خود صبر کنی. چرا؟ طلبکارا امروز اومد بودن سراغ من، آدرس خونتونو میخواستم. میخوام بیان سراغتون. میگفتن که حکم جلبم دارن. به این بهزاد اگه صحت داشته باشه به نفع یلداست که دو سه روزی اون برای آفتابی نشه. یه نیازی به ترس و پنهانکاری نیست. پولو جور کردم. بعد شما یه لطفی کن شمارش بده، من خودم باش تماس بگیرم خبر بده. یعنی تو همه یه پول جور کردی؟ همشو که نه، ولی 70 میلیون جور کردم، بقیهشم تا آخر هفته جور میکن. باشه، این که خیلی خوبه. فردم یه قراری با همدیگه میذاریم، راجع به این موضوع صحبت میکنیم. منم به یلدا زنگ میزنم میگم که با تماس بگیره. قربان تو، خداحافظ. ببینم تو کار خیلی ثوابی چیزی کردی که این نعمت افتاده تو دامنت. به نظر من تو باید این جوون رو بذاری رو سرت حلوه حلوه کنی. خیلی قد نشناسی. آخه تو چطوری دلت اومد دل جوونی به این خوبی و فداکاری رو بشکنی و باش قهر کنی؟ خیلی باید خودت خجالت بکشی یلدا، خیلی. چی میگفت؟ جیانم داره این پسر، مرده. خیلی ازش خوشم اومد. فکر نمی‌کردم بتونه 70 میلیون یه روزه جور کنه. تازه میگه بقیه‌اش هم تا آخر هفته پرداخت میکنه. این همه پول از کجا آورده؟ تا هنوز مونده این بچه مایه داره رو بشناسی. پول خوردشون تراول و بانکشون چی به بابا. بخور حال کن. براشون اوف داره معطل چند میلیون پول بشن.
ولی بهزاد دستش تو جیب باباش نیست. عین خودمه. از ارزو و لیاقتش خیلی خوشم. دست فرمونش هم که خیلی خوبه. تو میره اما با حساب. به موقع میپیچه، به موقع هم شاخ به شاخ میشه. تو هم بهتره بریم امشب یه زنگی بهش بزنی تا بیخواب نشه. چی بگی؟ اگه یکی با آدم خوبی کنه چی باید بهش گفت؟ تشکر، سپاس، قدردانی؟ بهش بگو فکر نمیکردم که اینقدر فداکار باشی. شما برو استراحت کن، من اینجا رو تمیز میکنم. پس صبح همین زحمتو به دوش تو بوده مادر، بسی خود کمکت کنم، حالم خوبه. مگه کوه کندم که خسته باشم؟ شما برو بخواب، فعالیت زیاد برای قلب ضرر داره. چشم خانم دکتر جونم، باش. جنگ زدی، آبرون رفت. حقش بود همونجا چهار تا لیچار بارد میکردم تا بفهمی آدم تو خواستگاری برادرش چجوری رفتار میکنه. مگه من چی گفتم؟ اونا خودشون بیخودی شلوغش کردن. دیگه میخواستی چی بگی؟ نفر یه چکم میذاری در گوششون دیگه. میبینی مامان؟ میبینی هنوز هیچی نشده آقا پسرت چجوری داره سنگ فک و فامیل دختره رو به سینه میزنه؟ گربه کورست دیگه، انگار نه انگار یه عمر ما زحمتش کشیدی. جناب عالی امشب به اندازه کافی برام زحمت کشیدی. صد پشت غریبه نمیتونست اینجوری آبروی آدمو ببره. نزدیک بود با اردنگی از خونهشون پرت کنم بیرون. به خدا اگه میدونستم ادب و احترام حالی نمیشه امکان نداشت دنبال خودم راد بندازم. آفرین، بگو بگو. میبینم که اخلاق گند دختره بد جوری رود اثر گذاشته. اصلا ببین هر چی گفتم خوب گفتم، حرف حق تلخه. دختره خاک بر سرم مامان، ببین میخواد منو بزنه. لااقل تو یه چیزی بهش بگو. همین، من تو دعوای خانوادگی دخالت نمیکنم، راحت باش اینجا. لیاقتت همین دختره گیزبارید است، خلایق هر چه لایق بدبخت. شیطونه میگه بس کنیم بابا. اگه از آقا امید خجالت نمیکشید اقلن حرمت مادرتون رو نگردادین. مگه من چه حرف بدی میزنم ماما؟ من دارم میگم این دیوونه اگه عقل داشت میفهمید اینا هنوز هیچی نشده دارن واسش تاخچه بالا میذارن. عقل نداره که، همه هم میرن زن میگیرن، داداش من رفته چش بازار رو درآورده. این چه حرفیه دختر؟ اون بنده های خدا که حرفی نزدن، نه سر مهریه چونه زدن، نه شرط و شروط عجیب غریبی گذاشتن. چه بی خودی از خودت حرف در میاری؟ من حرف در میارم؟ من حرف در میارم؟ ندیدین چجوری پشت چش نازک میکردن، به آقا از بالا نگاه میکردن، انگار میخوان نوکر زر خرید بگیرن؟ زشت مینا جون، آدم در مورد زنداداشش اینجوری حرف نمیزنه. تو یکی اصلا حرف نزن، حوصلتو ندارم آ. چیه؟ یکی هم حرف راست میزنه ترش میکنی؟ حالا میبینیم کی ترش میکنه بدبخت. این دختره یه عمر ریاست کرده، حالا یه دو روز دیگه که اون شد ارباب تو شدی نوکر، بهت میگم دنیا دست کیه. این قماشو من میشناسم، یه عمر با ریاست زندگی کردن، مگه میتونه مثل تو معمولی زندگی بکنه؟ اگه این زن زندگی شد واسه تو، من اسممو عوض میکنم. حالا هی تو بود و آهو بود. یکی این حرفو میزنه که موسموس نکرده باشه دنبال شوهر، مثلا که یادت رفته چجوری خودتو لوس میکردی واسه فامیل شوهر که از اخلاق گندت بونه برن. من هر چی بود تموم شد، الانم صبر میکنیم تا اونا خبر بدن. بس سلام. همین من سر شهر رو پیاده میشم. کجا میخوام برم؟ میشه بهزاد. بهش فکر نکن، صد سال اول ای سخته، بعدش هم سخت‌تر میشه. ناامیدم مهتاب، ازدواجی که بخواد اینجوری شروع شه آخر عاقبت خوشی نداره. میترسم آخر یا من این دختره رو بکشم یا اون منو. به جای اینکه برای کشتن خواهر شوهرت نقشه بکشی، واسه آینده‌ات برنامه ریزی کن. اگه تو زندگیم دخالت کنه چی؟ دشمن بازی در رو بخواد موش به دونه چیکار کنم؟ من از وقتی مینا رو از آژانس اخراج کردم ازم دلگیره. میدونم دنبال یه فرصت میگرده تلافی کنه. کاش امشب میذاشتیم همه چی تموم شه. تو هنوز خود آقا رامین رو درست نمیشناسی، دیگه چه برسه به خانوادهش. یه مدت به هم فرصت بدین تا با اخلاق هم آشنا بشین. من فکر میکنم اونا خانواده خیلی خوبی هن، مخصوصا مینا خانوم.
چون بدون تظاهر اون چیزی رو که هست و فکر میکنه نشون میده. آره، دلم میخواست خفش کنم، انقدر حرصم گرفت نتونستم جوابشو بدم. باز که حرف خودتو میزنی. خب مهتاب، من نمیتونم این تو باشم. آمپر من زود جوشه، قاطی کنم شوهر و خواهر شوهر سرم نمیشه. دو دلم مهتاب، تو بگو باید چی کار کنم. تنها تو نیستی، همه دخترها وقتی میخوان ازدواج کنن همینجوری میشن. از یه طرف میگن همین پسر خوبه، از طرف دیگه میگن یه خورده صبر کنیم شاید بهترش از راه برسه. اما من فکر میکنم تو باید کسی رو انتخاب کنی که از لحاظ فکری و اخلاقی با هم تفاهم داشته باشین. کسی که بهت علاقه داشته باشه و تو هم دوستش داشته باشی. اون وقت هیچ مشکلی نمیتونه بین شما فاصله بندازه. باید در موردش بیشتر فکر کنم. ولی خوب امشب خستم باشه فردا. یه چیز دیگه. جهازی که مامان و رعنا جون برای من خریدن از این به بعد مال توئه. چون از سلیقه‌شون زیاد خوشم نمیاد، میخوام قالبشون کنم به تو. عمرن این فکرها رو از تو سرت بیرون کن. من شده 100 سال دیگه عقد بمونم، وسایل تو رو برنمیدارم. میدونی اگه موافقت نکنی چی میشه؟ من مجبور میشم به اولین خواستگاری که زنگ در این خونه رو بزنه بله بگم و برم. اون وقت اگه زندگی و آینده من خراب بشه، مقصر کیه؟ تو. حالا خود دانی. بالاخره پوله بهش دادی، حالا نتیجهشو میبینی. میدونی امروز وقتی رفتم خونه بهزاد چی دیدم؟ چندین میلیون پول که همشو عطابک بهش داده بود. اون یه عمر در حق پسرش کوتاهی کرد، اما امروز خوب تونست ادای دین کنه و دل پسرشو به دست بیاره. جرم من چیه رعنا؟ پول ندادم به بهزاد؟ باشه، بگو بیاد هر چی میخواد بهش بدم. اصلا بگو بیا دار و نداره منو برداره ببره. حالا راضی شدی؟ دیره جهان، خیلی دیره. میگم حالا که خواهرت گل کاشته و آب و گل آلود کرده، بهترین فرصتی که قال قضیه رو بکنی. خودم همین فردا زنگ میزنم به عمه شکوه، پشت سرت انقدر بد و بیرا میگم تا از چششون بیفتی. بعدم یه جواب نه و خلاص. شما خیلی غلط میکنی این کارو بکنی آقا بهزاد. غلطو تو کردی بیچاره، مگه خرگازت گرفته بود رفتی دستی دستی خودتو بدبخت کردی؟ رامین، من تو این خانواده بزرگ شدم، روشنکو از بچگی میشناسم. این آدم یه تختش کمه، سیماش اتصالی داره، پدرتو در میاره. تا بیای حرف بزنی با وردنه میزنه تو پک و پوزتو، با خاک انداز میندازتت بیرون. بی خودی زور نزن، ما که پشت کو نیومدیم، میدونم چه مرگته، ولی باید اینو بهتون بگم که منو قاطی مشکلات خونوادگیتون نکنید. ما مشکلی تو خونوادمون نداریم. بدبخت بیچاره، من اگه حرفی میزنم به خاطر اینکه دو روز دیگه نگی مرد شور رفاقتت چرا چی بهم نگفتی. شما اصلا نمیخواد نگران باشی، چون هیچ وقت اینو بهت نمیگم. آخه میدونی چیه، فکر کنم بعد ازدواج باید رابطه‌مو باهات قطع کنم. روشنک خانم زیاد از تو خوشش نمیاد، میدونی که. به درک خوشش نمیاد، به جهنم که رابطه تو قطع میکنی. فکر کردی میفتم به دست و پات میگم جون مادرت بیا با من رابطه برقرار کن؟ ببین اگه تو هم بخوای، من نمیتونم آدم زنزلیدی مثل تو رو تحمل کنم. خاک بر سر من که در حق تو نارفیق رفاقت کردم. چی؟ من نارفیقم؟ مثل اینکه یادت رفت تو دانشگاه چقدر برات مایه گذاشتم. به خاطر توی بیلیاقت واحدامو پاس نمیکنم که سر کلاس تنها نباشی. هر روز آویزون این استاد اون استاد میشم که واسه نمره بگیرم که یه وقت مشروط نشی. حالا بگو ببینم تو واسه من تو رفاقت چیکار کردی ها؟ خیلی نمک نشناسی رامی. مثل که یادت رفته بعد دانشگاه با اون رفیقای پاپتیت ول میگشتی. کی بود اومد از اون پارتی ها و مهمونی های جفنگ و علکی جمعت کرد آورد تو آژانس، دو برابر حقت بهت حقوق داد؟ تازه بعد اون همه گندی که بالا آوردی و به رود نیاوردم. ببینم نکنه میخوای به این گندکاری های منو تو جمع کردی. یکی بعد خرابکاری های خود تو رو پاک میکرد آقا بهزاد. مدیریت جنبه میخواد، نه مثل بعضیا که کشت مرده میز ریاستن. من کشت مرده میز ریاستم؟ نکنه کور بودی ندیدی من چه جوری قید همه چی رو زدم و از اون خراب شده اومدم بیرون؟ ببخشینا، شما خودتون اومدید بیرون یا انداختنتون بیرون ها؟ بشین بابا، بشین، بشین چایتو بخور. شاکی هم میشه.
سلام، صبح بخیر. سلام خانم رادمه. سلام خانم رادمه، مبارکتون باشه. مبارک باشه. به نظر من که پسر خوبه، خیلی هم به هم میاد. کی چی؟ مبارک باشه خانم رادمه. بفرمایید شیرینی؟ نه ممنون. وقتی شنیدیم جوابتون مثبت بود همه خوشحال شدیم. آقای بیات کجان؟ تو اتاق. شما بفرمایید. سلام، صبح شنبهتون بخیر. تعطیلات خوش گذشت؟ این مسخره بازی ها یعنی چی؟ ببخش، کدوم مسخره بازی ها؟ من از راه اومدم هزار نفر میان به من میگم مبارک باشه، عمو قربان شیرینی میاره. آها، شیرینی رو میگین شما، زیاد ذوق زده نشید. خیرات کردم واسه جمعی رفتگان. فکر کنم واسه پریشبه نه؟ خب البته چرا، به خاطر پریشبم بود، به رسم عذرخواهی و شرمندگی. راستش من واقعا از مینا توقع نداشتم که همچین رفتار بی ادبانه ای انجام بده. اون شب من خیلی قاطی بودم. باید تشریح یه تذکر جدی بهش فهموندم که پاشو از گلیمش دراستر نکنه. شانس آورد مادرم اونجا بود. وگرنه نمیدونم چه بلایی به سرش می آورد. خیلی خب دیگه کافیه. بهتر بفهمین سر کارتون. بفرمایید. روشن خانم، من فهم می‌کنم رفتار شما با من دور از شأن و شخصیت شماست. شما با این رفتارتون دارید من تحقیر می‌کنید. و این باعث میشه که بقیه از این قضیه سوء استفاده کنن و این دقیقا همون چیزیه که من ازش بدم میاد. شما نباید اجازه بدید که همسرتون، یعنی همسر آیندهتون، اسباب خنده این عموم بشه. به خاطر همین ازتون میخوام که این اخلاق بدتون عوض کنید. اخلاق من همینی که هست، نه عوض میشه نه کسی میتونه عوضش کنه. بعدم من هنوز به شما جواب ندادم که انقدر دور برداشتی. اتفاقا بعد از اون قضایای پریشب و این مسخره بازیای امروز به این نتیجه رسیدم که این وصلت از اساس غلطه. باید بیخیالشی. شوخیتون گرفته؟ نه اتفاقا، کاملا جدی میگم. خب منم دارم همینو میگم. شما چرا باید اخلاقتون عوض کنید؟ اتفاقا من به همین دلیل اومدم سراغ شما، چون اخلاق منحصر به فردی داشتید. وگرنه چیزی که برای من زیاد دختر. بزن یه چیزی بهتون بگم. اگه یه روزی بشنوم ببینم دارید اخلاقتون، رفتارتون عوض میکنید، همه چیو تموم میکنم. روشن شد؟ دیگر راجع به این قضیه با من بحث نکنید. فقط اون سفته ها همراه تونه دیگه، همش همش که نوزده جان. برای بقیه شما باید خودتون پول ببریم پیش بقیه طلبکارا با خودشون صاف کنیم. البته شرمنده ها، من میدونم که تسویه این بدهی وظیفه تو نیست، ولی خب چاره دیگه ای نداشتم. به یلا بگین امشب بیاد خونه. خیالت راحت باشه، بهت قول میدم قبل از تو خونه باشه. بله. کجایی بهزاد؟ چی شده؟ خبرهای دست اول برات دارم. گوشی؟ ببخشی. چه خبر شده؟ شوهر سابقه یلدا رو پیدا کرد. چیزایی میگه که اگه با گوشای خودت نشنوی ممکن نیست باور. چی میگه؟ اگه میخوای بفهمی چی میگه بهتره بیای به این آدرسی که بهت میگم. الان که نمیشه. معطلش نکن پسر. قضیه خیلی مهمه. خوب حواست رو جمع کن. تا حرفای این یارو رو نشنیدی هیچ حرکتی نکن. خیلی خوب، کجا بیام؟ باش اومد. خداحافظ. چیزی شده؟ به هم ریختی؟ نه، این دوستم که قرار بود این پولو به حسابم بریزه بعد قولی کرده. البته چیزی نیستا، باید برم اونجا، یه دو سه ساعتی طول میکشه. میخواین شما برین خونه، من بعد از ظهر میام اونجا. باشه، پس یه زنگی من بزن.
رفته بودم. ببخشید آقای دکتر. بلیتاتون رزرو شده. هر موقع خواستین بگین صادر کنم. ممنونم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. یه مورد دیگه. میخواستم اگر امکان داشته باشه با مادرم یه سر بریم خدمت دکتر زن. برای عرض تشکر. راستش پدرش میگفت حالش اصلا خوب نیست. دچار افسردگی شدید شده. شب تا صبح بیدار میشینه و فکر میکنه. روزا هم پردار کیپ تا کیپ میکشه که از منو فرار کنه. نه از خونه بیرون میاد، نه حاضر با کسی صحبت کنه. واقعا معذرت میخوام. من باعث شدم که ایشون کارشو از دست بده. نه، اون اتفاقی بهانه بود. آقای دکتر، میشه آدرسی شماره ای ازشون به من بدین؟ اگه بخواییم ببینینش، باید برین خونه پدرش. میتونین با من بیاین آدرسی براتون بنویسم. خواهر، من رامین رو خوب میشناسم. خام و ناپخته هست، اما سالم و قابل اعتماده. تو این چند وقتی که تو آژانس کار میکرد و با بهزاد این ور اون ور میرفت، من حتی یک موردم درباره‌اش چیز بدی نشنیدم. نظر شما برای من و بچه‌هام شرطی داداش. اگه شما بگی خوبه، منم حرفی ندارم. شرط اول خواست تو نظر روشنکه. هنوز باش حرفی نزدی؟ روشنک یکم از من خجالت میکشه. اما مهتاب زیر زبونش کشیده. گویا روشنکم به آقا رامین علاقه‌منده. حقیقت بله رو به مهتاب گفته. مبارکه. پس اگر مادر رامین زنگ زد براش خوش خبر باش. به امید خدا. میخوام اگه بشه قبل از سفرم یه عقد مختصر بگیری. اینجوری خیالم راحت تره. خیلی خوبه. اینطوری این دوتا جوانم فرصت دارن یه سر و سامونی به زندگیشون بدن و رو پای خودشون وایسن. انشالله بعد از برگشتن شما هم یه سروساتی به پا میکنیم و دست این دوتا جوانو میذاریم تو دستم. انشالله. ببخشید داداش مزاحمتون شدم. خیلی ممنون که زنگ زدی. خدا نگهدارت. ببخشید موکلتون اومدن آقای بقایی. بگم بیان داخل. پرونده شون تا من صداشون کنم. با اجازه. چقدر مهرش کردی؟ 2000 سکه. 2000 تا. تو که اسم منو تو شناسنامه زنت دیده بودی، چرا نیومدی سراغم؟ نمیخواستی بدونی برای چی از من جدا شده؟ به من گفت به زور و اصرار باباش مجبور شده با یه پیرمرد ازدواج کنه. اصرار باباش؟ کدوم بابا؟ من که توی این مدت بابایی ندیدم. تازه مجوز ازدواجمونم عموش آورد محضر. این دختره با عموش یه جفت کلاهبردارن. کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه دار که کارشون تیغ زدن آدمای پولدار و ساده‌ایه مثل من و تو. شغل زن تو ازدواجه. کار منصورم اینه که گزینه مورد نظر رو پیدا کنه و یلدا باهاش ازدواج کنه. بعدش هم بلافاصله مهریه‌اش رو اجرا میذاره و به هر ترفندی شده طلاقشو میگیره. دنگشون هم بین عموش تقسیم میکنه و میرن سراغ یک کسی دیگه. اینا واقعیت نداره. عجله نکن. این کاریه که با هر دوی ما کردن. همه چیز از 3 سال پیش شروع شد. یه روز منصور با فکل و کراوات و عطر و کلون اومد مغازه و کلی سفارش داد. اونم چه سفارشی. از مبلمان و میز و صندلی گرفته تا سرویس خواب.
دو دست این سفارش رو چسبیدم، با چک و چونه و تخفیف یه چک مبلغ بالا ازش گرفتم. سرخوش این معامله پرسود بودم که خبر رسید منصور حسابش خالیه. رفتم سراغش و خط رو نشون کشیدم. اونم تا تونست ناله کرد، از کسادی وضع بازار گله میکرد. بعد به هم پیشنهاد کرد که به جای پولت بیا یه اسب خوش رکاب بردار. بهش گفتم مرد حسابی، اسب دردم نمیخوره. زیر پام نشست و منو برد باشگاه. توی باشگاه بود که هزینه یونجه و حلوفه و نمیدونم تیمار یه اسب افتاد رو دوشم. چک و پول شد یه اسب اصیل و چهار نعل. چجوری پای یلدا به این قضیه باز شد؟ به یه ما نکشید، شدم رفیق گرمابه و پای ثابت مهمونی های شبانه آقا منصور. توی یکی از همین مهمونی ها بود که چشم به یلدا افتاد، دلم لرزید. یه جورایی از نجابت و سادگیش خوشم اومد. آخه زن من 7-8 ساله که مریضه و زمینگیره. بچه هم رفتن سر زندگیشون و سر سامون گرفتن. یکیشون این بر دنیا و یکیشون هم اون بر دنیا. برای همین بعد از دیدن یلدا تصمیم گرفتم یه تنوعی تو زندگی ایجاد بکنم. اول شک داشتم چون عیالوار بودم و امین اهل خونه. بعدش دیگه نمیدونم چی شد که با 1500 تا سکه این دختر شد عروس من و هووی زنم. یه دو سه روزی از این ماجرا گذشته بود که با گریه و زاری اومد خونه و گفت بدهی های بابامو باید بدن. منم از همه جا بی خبر جنسایی تو انبار رو نصف قیمت فروختم و کارشو رو انداختم. ولی بازم خواست. صحبت از سفته بود و طلبای آنچنانی. یکم شک کردم. وقتی فهمیدم به هم دروغ گفته عصبی شدم و با هم حرفمون شد. اونم خونه رو ترک کرد و گم و گور شد. پیش خودم گفتم قهر کرده و دو سه روزه بر میگرده. ولی وقتی فهمیدم که مهرشو گذاشته اجرا، یه گوله آتیش شدم و رفتم پیش منصور. اونجا بود که فهمیدم همه این جریانات نقش است. تهدیدم کردن که اگه مهریه رو تمام و کمال نپردازم، میرن سراغ خانوادم و پتم رو میرزن رو آب. منم ترسیدم. ترسیدم از بی‌آبرویی، بی‌حیثیتی. به هر بدبختی بود مهرشو جور کردم و بهش دادم. یه توف انداختم تو صورتش و طلاقش دادم. دیگه نمیخواستم چشام تو چشاش بیفته. به خودم گفتم صابر حقته، خطا کردی، جفا کردی، باید تاوانشم پس بدی. ای کاش قبل از اینکه مثل من سید این صیاد بشی، عیار خلوصشو میسنجیدی. نه الان که دیگه کار از کار گذشته. ولی قصه بهزاد ما با شما فرق میکنه آقا صابر. شما از روی وسوسه دوچار این لغزش شدی، ولی بهزاد عاشق شده. در واقع از روی عشق و عاشقی افتاده تو این بازی. عشقی که باعث شده چشماش رو روی واقعیت رو ببنده، مایه به دختره رو نبینه، به خانوادش دروغ بگه و همه چی رو مخفی کنه. خیلی ممنون آقا صابر. خدا سلام. سلام یلدا جان. خوبی؟ حالتون چطوره؟ ممنون. حال مادرت چطوره؟ مامانم. باید حدس می‌زدم. مگه حالشون بد نیست؟ چیزی شده؟ کسی حرفی زده؟ خودت بگو. چرا صدات گرفته؟ گریه کردی؟ نه، حساسیت فصلیه.
اتفاقا پریشب با بهزاد رفته بودیم دکتر. پریشب؟ پس چرا من ندیدمت؟ شما؟ خونتون بودم پیش بهزاد. گفت حال مادرت بده، رفتی پیشش بمونی. چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده یا دعواتون شده؟ چیز مهمی نیست. نمیخوام توی زندگی خصوصیتون دخالتی بکنم. اما این دعواها بین هر زن و شوهری پیش میاد. اگه نباشه که زندگی مشترک مفهومی نداره. همین مردا دوست دارن تو شرایط سخت همسرشون پشتشون باشه. سعی کن ازش حمایت کنی. چشم. هرچی شما بگی. قضیه شرکت بهزاد چیه؟ تو میدونی؟ من نمیدونم. در جریان کاراش نیستم. اگه چیزی هست به من بگو. شاید بتونم کمکتون کنم. نه. همه چی خوبه. خیلی هم خوبه. باشه. هر جور راحتی. مراقب خودت باش. خداحافظ. خدا. بله. سلام آقا بهزاد. بیا که به موقع اومدی. زنت خیلی وقت منتظرته. بهزاده؟ خوش آمد ازش. خیلی آدم خوشقولیه. بیا که باید بریم با هم دیگه این پولا رو بشموریم. چه خیافه مادر مرده رو به خودت گرفتی؟ مگه نمی‌بینی خوشبختی داره از در میاد تو؟ خب من بعد چیکار کنم؟ هیچ. وقتی که پولا رو گرفتیم مثل یه دختر خوب شوهر دوست پا میشی میری سر خونه زندگیت. تو باید به داشتن همچین شوهر فداکار با عرضه افتخار کنی. یالا زود باش. تمومش کن بهزاد. الان وقت این حرفا نیست. تو فکر کردی با کی طرفی؟ یه احمق که همه زندگیشو مفت خرج آشغالایی مثل شما میکنه؟ این دفعه رو کور خوندی. من مثل شوهر اولت نیستم. یه قرونم بهت نمیدم. بهت هشدار داده بودم ولی تو جدی نگرفتی. بگو سیروس کجا سبور رد کارت، وگرنه بازم میام سراغت. حالا صبر کن، نوبت منم میرسه.